باید خدمتتون عرض کنم که حالا با توجه به اون که چرا در زمان ما طلاق بیشتر شده، چرا مردم طلاق میگیرن، و اون رو فهرستوار عرض میکنم که فقط بشتونید بهش توجه و عنایتی بفرمایید. مورد اول این است که بسیاری طلاق میگیرن فقط به دلیل اینکه تصحیح یک اشتباهه. تصحیح یک اشتباه، ازدواج غلط بود. من و شما باید بپذیریم ازدواج ها خوب نیست. ما در فرهنگمون اینو نداریم. ما هر وقت که دو نفر بخوان ازدواج کنن ما همه هولشون میدیم که ازدواج کنن. اولا هول میدیم برو ازدواج کن، به طوری که بسیاری از مادرها میشنن پشت در دختر 28 ساله دکترشون که برای اولین بار یا بلایند دیتی که مادر هم تازه ندیده خاله دیده، شمارهشو گرفته به این دختر دادن، وادارش کردن با این بره بیرون. رفته بیرون، دختر رفته برگشته، خانم دکتر برگشته، مادر پشت در نشسته. خب چی شد مادر؟ هیچی. پجور پسریه؟ خب اوکی. چی کار میکنی؟ چی کار میکنه؟ خب تکلیف رو روشن کن دیگه، تا کی مادر؟ من روز اول اینو دیدم 2-3 ساعت. خب روز اول باشه، من بابا تو چقدر دیدم؟ خب هیچی، پدر ما هم همون دوتاییتون در وردید به هم که ندیدید، ای کاش میدیدید. روز اول. و بعدم اگر دختر بگه حالا آخه نه خب بفرمایید، ببین تو فقط ازدواج بکن، من فردای عروسی تو میمیرم، چون میخواد ماه عسل این دخترم خراب کنه. و شما حیرون و سرگردون میمونید که آخه داستان چیه؟ اینو به این دلیل عرض کنم که قبول بفرمایید برخی از ازدواج‌ها اشتباهه و بنابراین یه پرسش جدی مطرحه که آیا ادامه این ازدواج کمتر بده یا بیشتر بده در مقام مقایسه با جدایی. بنابراین همیشه یه سوال مطرحه که بعداً بهش خواهم رسید. طلاق همیشه بده، بذارید راحتتون کنم، طلاق همیشه بده. از نظر من طلاق همیشه یه جراحی است و در این جراحی، جراحی ترمیمی نیست، حتما یه قسمت لازم بدن رو قطع میکنه. حالا یه کسی فقط یه انگشتش قطع میشه، یه کسی تمام دستشه، یکی نصف بدنشه. اصلا به من نفرمایید که در هیچ شرایطی من حاضر هستم طلاق رو به عنوان هیچ چیزی قبول کنم. یعنی اصلا به نظر من کسی که مفهوم اگر ازدواج بوده اسمش، اگه چیز هپل هیپو برای خودش بوده بنده نمیدونم، ولی اگر یه چیزی اسمش ازدواج بوده، هیچ طلاقی نیست که توش جراحی قطع و قطع یه عضو لازم واجب رو نداشته باشه، فقط اندازه‌اش فرق می‌کنه. اما مسئله فقط این است که ادامه این زندگی در مقام مقایسه با این جراحی کدام بده و کدام بدتر. یعنی شما در وضعیتی قرار گرفتید که باید بین بد و بدتر انتخاب کنید. آدم خوشبخت کسی است که انتخابش بین خوب و بهتره، این لباس یا اون لباس. آدم گرفتار آدمی است که انتخابش بین بد و بدتره، و بنابراین مسئله طلاق انتخاب بین بد و بدتره. نتیجتا اگر بحثی میکنم، بحث من درباره توجیه طلاق نیست، توجیه این است که در برخی از موارد احتمالاً مسئله بد در مقابل بدتر میتونه طلاق باشه یا ادامه زندگی. بنابراین اولین مورد، مورد تصحیحی که اشتباهه. بنده بارها شده دوستانی اومدن وقتی که 10 دقیقه، 5 دقیقه، 20 دقیقه صحبت کردن، چون میدید بنده هم متاسفانه به دلیل کم دانیم با سرعت قضاوت میکنم و نت تصمیم میگیرم، متوجه شدم که اینا ازدواجشون غلط بوده. حالا اگر بتونن این ازدواج رو یه جوری به سامان برسونن شاهکار و برخی از اوقات معجزه شونه، ولی برخی از اوقات ازدواج غلطه. دوم، بسیاری از اوقات افراد بیمارند. شما میدونید آمارا بین 18-21% مردم دنیا تقریبا بیمارند. خب اولا ما همه معتقدیم این بیماران نه ماییم نه پدر مادرمون، ولی بقیه. ولی متاسفانه در خصوص همسر خیلی زود میرسیم که این بیماره، که البته حرف اون درسته، برای که این نبود با ما ازدواج نمیکرد، یعنی خودش، یعنی باید دیوانه ای باشه که چنین اشتباهی کرده باشه. ولی به هر حال بسیاری از اوقات افراد اولا بیمارند، دوم اینکه برخی از افراد نه به خاطر زندگی زناشویی، برخی از اوقات هم به خاطر اون بیمار میشن. بسیاری از اوقات شما با یه آدم ازدواج کنید در 25 سالگی 5 سال بعد بیمار شده. برخی از بیماری‌ها اصلا یه سنی برای ظهور خودشون دارن. خیلی از اوقات شما می‌بینید یه آدمی ازدواج کرده با یک کسی 5 سال، 7 سال، 10 سال دوران خوبی بوده، ولی بعدن علائم بیماری شروع کرده به خودشون نشون دادن. بیماری‌هایی که خودشون نشون میده یا بیماری‌هایی که فرد براش آمادگی داشته. خانم دکتر محمودی 2-3 بار به مسئله افسردگی و اضطراب اشاره کردن. اون به نظر من چیزهایی است که یک کارایی براش میشه کرد. من با اختلالات شخصیتی بیشتر گرفتاری دارم. شما وقتی یه شخصیت هیسترانیکی، شما وقتی یه شخصیت بوردرلاینی، شما وقتی یه شخصیت پارانویدی، شما وقتی یه شخصیت اسکیزوئید هستید، شما وقتی یه شخصیت اسکیزوتیپال هستید که الان 10 تاشون رو خط تلفن آمدن، هیچ کس نمیتونه با شما زندگی کنه، حتی خودتون با خودتون. یعنی اگر کپی از شما درست کنن بذارن اونجا، امکان نداره بتونه با شما زندگی کنه.
بسیاری از آدم‌ها هستن که با مادرشون نمیتونن زندگی کنن، با پدرشون نمیتونن زندگی کنن، با خواهر برادرشون نمیتونن زندگی کنن، یه غریبه بدبخت چجوری میشه باهاش زندگی کرد؟ من تعجب میکنم، یه دفعه فکر میکنن که این کار ساده ایه. برخی از شما رو هیچ کس نمیتونه باهاتون زندگی کنه. تعجب نکنید، خودتون هم نمیتونید. پس چرا آدم‌ها خودشونو میکشن؟ برای که آدم‌ها نمیتونن با خودشون زندگی کنن. آمار طلاق تو امریکا 50,000، 30,000، 50,000، واقعیتش 70,000-80,000. بدانی که خیلی از اوقات خودکشی رو آمار طلاق عرض کردم، ببخشید، خودکشی رو 30,000، 50,000، 80,000. بسیاری از اوقات خودکشی ها رو به صورت مرگ نشون میدن، طرف خودشو پرت کرده از دره برای که هم بیمه رو بگیرن هم آبرو رو ریز نشه، ولی واقعیت مسئله از طرف خودشو بکشه، خودشو پرت کرده است، ولی ماشینش اینجوری که نمیره تو دره. یا مثل دوستی که بهش گفتن تو چجوری آخه مرد 4 تا زن گرفتی؟ گفت خب چیکار کنم، مردن، زن گرفتم. گفت اولی چجوری مرد؟ گفت قارچ سمی خورد مرد. گفتم دومی چی شد؟ گفتم اون هم قارچ سمی خورد مرد. گفتن سومی چی؟ گفت اون هم قارچ سمی خورد مرد. گفتن چهارمی چی؟ گفت هوچی اون چکش خورد تو سرش مرد. گفتن چطور شد این چکش خورد؟ گفت قارچ نمیخورد. بنابراین شما در بسیاری از موارد با موردی روبرو هستید که بیماری است. بنده خیلی از اوقات یه آدمی آمده، کاملا تونستم بفهمم که این آدم نمیتونه با این آدم زندگی کنه، چون این آدم بیماره، این آدم نمیشه باهاش زندگی کرد. پریود. شما و بعدم یادتون باشه بهش خواهم رسید که این کارو نمیتونید بکنید مگر اینکه شما اصلا در یه دنیای دیگه و با یه شرایط دیگه بخواید عمل کنید و مسائلی داشته باشید. نخواهد. سوم، بسیاری از اوقات مردم طلاق میگیرن برای که آهسته آهسته از همدیگه بدترین همدیگه رو در میارن. شما میدونید من یه تئوری دارم به اسم تئوری انگشتی. تئوری انگشتی بهم میگه این خود واقعی است. ببخشید قصد امریکایی ندارم، ایرانی بهش میگم. این خود واقعی است، اکچوال سلف. یه خود خوب من اینجا دارم، یه خود بهترین اینجا، یه خود بد اینجا دارم، یه خود بدترین. شما میدونید که هر جا که میرید شما میتونید خیلی خوب باشید. شما دید برخی از وقت مهمون میاد یا حالی هستید خیلی خوبید، مهربونید، صمیمید، برخی از اوقات دیگه بهترینتون در میاد که نمونش در زیباییتون شب عروسیتونه که تازه هنوز توفهی نیستید، ولی به هر حال دیگه این بهترین نیست که میشه در اومد که عکس ازش میگیرید، نگه میدارید، ویدیو میگیرید برای همیشه، اینم بمونه برای خودش. اما شما یه خود بد دارید که برخی از اوقات سگ و بد اخلاق میگیرید، از همون اول بهانه میگیرید، مسخره در میارید، حوصله ندارید، وقت ندارید، بد اخلاقی. یه بدترین هم دارید که میزنید به سقف طویله و واقعا کار دست خودتون و بقیه میدید. حالا آدم اولا میتونه کوشش بکنه خود واقعیشو به خود خوبش تبدیل کنه. اگر شما 5 سال کوشش کنید که به خود خوبتون برسید، بعد از 5 سال این خود خوب شما میاد جای خود واقعی و خود بهترین شما میره جای خود خوب، خود واقعی شما میره جای خود بد، خود بد میره جای بدترین، بدترین هست میشه و شما 5 سال بعد آدم بهتری هستید. عکسش عمل کن، گرفتاری است. متاسفانه برخی از اوقات تو زندگی زناشویی زن و شوهر به جای اینکه از خودشون به همدیگه بهترین رو در بیارن، بدترین رو در میارن، به طوری که اتفاقاتی که بین شما دو نفر افتاده 1/10 بین شما و هیچ کس دیگه هیچ وقت نیفتاده و انسان حیرون میمونه. علتش این است که انسان توانایی رو داره که به سمت بهترین و بدترین خودش در هر لحظه بره. متاسفانه خیلی از اوقات علت طلاق اینه که دو نفر آدم به گونه ای با هم حرکت میکنن که تو سمت بدترین. مثال، اینقدر طرف رو تحت فشار میذاره که او اول شروع میکنه به تظاهر، بعد شروع میکنه به پنهانکاری، بعد شروع میکنه به دروغ و بنابراین 5 سال بعد اصلا اون فرد خودش رو کاملا محق و آزاد میدونه که دروغ بگه و حتی فریب بده و حتی توطئه کنه. یکی از بدتریناشو عرض کنم خدمتتون. از نظر من اتهام به هر کسی اجازه اون کاره. accusation is license. روزی که تو به شما به کسی میگی تو بدی یا تو این کاری کردی یا اون کارو میکنی، اون کارو خواهد کرد. بیخوری نگید میدونستم. نه، این میدونیم امروز ذهن انسان چگونه پروگرام میشه. حتی در خصوص بچه‌ها میدونیم. 50 دفعه به بچه بگید از تو کیف من پول بر نداری، یا از تو کیف من پول بر نداری، بذار بهتون بگم فرزندتون از کیف شما پول بر میداره. بگذاریم از این که اصلا ضمیر ناآگاه منفی نداره، ضمیر ناآگاه فقط با مفهوم مثبت روبروست. وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی شما میتونید علت طلاقتون این است که واقعا اگر این آدم یا شما با یکی دیگه ازدواج کردین مشکلی نداشتید. متاسفانه ویژگی روانی شما طوری است که از همدیگه بدترین رو در میارید. مورد بعد، انتظارات.
ببینید بسیاری از شما مطالعات نشون میده که بیش از 90% انتظارات زن و شوهر قبل از ازدواج گفته و فهمیده نمیشه. شما نمیگید من چی میخوام و انتظارم چیه و اونم نمیفهمه. شب عروسی که میرید میبینید اصلا داستان چیز دیگه شد. فردای عروسی اصلا کاملا مسئله عوض شده است و به هیچ وجه هم گرچه خوشبختانه شلوغ پلوغ میشه دور برتون به دلیل اولا ماه عسل که حالا هفته اول و روز عسل شده کاری نداری. یعنی با وجود همه این حوادث و اتفاقاتی که میفته مسئله انتظارات مهمه. بسیاری از آدم ها به یک باره مثل حبابی هستن که میترکن. یه مقدار واقع بین باید بود. بنده تو کلاس های عشق و ازدواج دقیقا خدمت شما عرض کنم این 20 تا چیز انتظار داشت بشید. نمیتونید شما همینجوری تصور کنید که همونطور که خانم محمودی فرمودن هرچه ایدئال هست اونجا تو زندگی زناشویی گوش. ما اصلا همچین چیزی نداریم، همچین جایی وجود خارجی نداره. این توهم و تصورات کودکانه رو باید دور ریخت و به درستی اشاره کردن که کودک انسانی آنچنان افق تخیل رو وسعت میده که اگر خلق جهان در دست او بود ما حتما دنیای زیباتر از این داشتیم. بنابراین انتظارات باید مسئله اصلی است. مورد بعد که دیروز بهش اشاره کردم کالای ازدواج. برخی از شما قربون تو برم کالای ازدواج نیستید، یادتون کالای پدر و مادری نیستید. شما اصلا نمیتونید پدر و مادر باشید، این در حد شما نیست. آسیباتون، نظرتون، نگاهتون طوریست که گرفتاری درست میکنه. مورد دیگه که متاسفانه در شهر مقدس لس آنجلس اتفاق میفته دخالت اطرافیانه. این یکی از اون داستان دخالت اطرافیان یه ماجرای عمیق و پیچیده‌ای داره و دلم میخواد بدونید که متاسفانه نه مبتنی بر واقعیت، نه مبتنی بر عقل، نه مبتنی بر مسئولیت‌هاشونه، نه با اصول اخلاقی و انسانی در ارتباط. اگر اینا هست اسمش دخالت نیست، راهنمایی، توصیه هست و هیچ اشکالی هم نداره. قصد من از دخالت نوعی مخالفت و دشمنی است که ویرانگره و شما میدونید که اصولا مسئله خانواده برای آمدن پسر و دختر یه مقدار محدودیت هایی داره. به این معنا که فرض بفرمایید ده ها دلیل وجود داره که چرا مثلا یک دختر با مادرش میتونه کنار بیاد اما یه عروس اصلا تحمل مادر شوهر رو نمیتونه داشته باشه. مخصوصا مادر شوهر ایرونی که میدونید یکی از این سه تا نقش رو داره. اگر نقشش عبارت از این هست که من پسری داشتم که حتی دایپرش رو هم عوض میکردم ولی حالا برای خودش آقای دکتریه و بنابراین تمام، در هزار موردم از من بیشتر میدونه و میفهمه ولی پسر منه، منم شوهر خودم رو دارم، اونم پسر منه، منم زندگی خودم رو دارم، اونم پسر منه. در یه همچین صورتی دختر مشکلی نداره. اما اگر مادری پسرش دوستش بوده که با هم درد دل میکردن، حرف میزدن، سنگ صبورش بوده، بگذاریم از این که یه خطر جدی داره که بهش میگن نان فیزیکال سکشوال ابیوز، برای که پیامدهاش میتونه درست مثل تجاوز جنسی باشه در حق بچه که اون یه بحث دیگری هست. روزی که شما میرید ازدواج میکنید این دوتا دوست با هم میجنگند. ولی یه خطر سومی وجود داره که در برخی از خانواده‌های ایرانی پسر در حقیقت شوهر مادرش، یعنی سرگن هزبند، و اصلا جانشین پدره و جانشین همه کس هست در زندگی اون زن و بنابراین روزی که این پسر ازدواج میکنه در حقیقت زن دوم میگیره و ماجرای هبوه و جنگ این دوتا بچه پسر رو از پا در میاره. یعنی کیسه بوکسی میشه که دو طرف میزنه. در خصوص دخترم مسئله متاسفانه همین، دختری که همچنان پا در خونه مادر و خانواده خودش داره، اگر نیازهای روانیش رو و نیازهای احساسی و عاطفیش رو از اونجا به نوعی ارضا میکنه تو خونه شوهر به زودی جایی نخواهد داشت. به همین جهت است که یه قاعده علمی است: First you should divorce your parents then get married. اول باید پدر مادرتون طلاق بدید، نه اینکه باشون دشمنی دارید، نه اینکه عاشقشون نیستید، نه اینکه باشون ارتباط ندارید، نه اینکه دوستشون ندارید، نه اینکه براتون مهم نیستن، نه اینکه با نیازهاشون کاری ندارید، نه اینکه سراغشون زن و شوهر شما نیستند. برای که ماجرای زن و شوهری داستان دیگری است و به همین جاست بجد یه چیز رو خدمتتون عرض کنم که بنده روش بسیار حساسم تو این شهر. هیچ زنی و هیچ شوهری حق نداره یک جمله بدون رضایت و موافقت و آگاهی همسرش هرگز به هیچ کس مادرش و پدرش درباره زندگیش بگه. این راز شما نیست. به من نفرمایید که همسر من با من چنین میکنه، رفتم به مادرم گفتم. این مشکل شما دو نفره و این کار همسر شماست. به مادر شما چرت بطر، این راز همسر شماست، این سر همسر شماست، این زندگی همسر شماست. به مادر شما چرت بطر، به پدر شما چرت بطری داره. یک جا و فقط یک جا استثنا است و اونم تراپیسته.
که شما میتونید بدون موافقت همسرتون، اون هم استثناست، ولی بهتر او هم بدونه و بیاد اونجا. نه اینکه خوشحالم که تو خط رادیو یه چیز رو میدونید، از 1000 نفر که رو خط، چون 6000 نفر رو خط رادیو اومدن، از 1000 نفر که رو خط رادیو اومدن و از کس دیگه انتقاد کردن، 990 تاشون رو من اونجا حسابشون رو رسیدم، برای که من نماینده اون یکی دیگه شدم. ولی متاسفانه بقیه که اینجوری نیستن. اصلا وارد بحث روانی مسئله نمیشم که اگر بخواید حرفتون رو به کس دیگری بذارید، 10 برابر بدترش میکنه و 100 بهترش نمیکنه. فراموشش کنید. ماجرای درد دل هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. ماجرای درد دل بدبختی آوره. ما امروز احتیاج به درد دل نداریم، ما احتیاج به دارو و دکتر داریم. درد دل مال مردمانی است که هیچ کاری نمیتونن بکنن، درد دل میکنن و میمیرند. مال دنیای امروز نیست. بنابراین به چه مناسبت مسائل زندگی زناشویتون رو با کسی در میون میذارید؟ مادر شما، پدر شما، خواهر شما، برادر شما، دوست شما که ای بسا دشمن شماست و حسود شماست و آرزوش زندگی شما رو برهم زدنه، این کسی است که بعد از اینکه با همسرتون مشکل پیدا کردی بری سراغش؟ اصلا حیرت انگیزه. بنابراین دخالت اطرافیان در این شهر داره بیداد میکنه و به هیچ وجه جایی ندارن، نه تخصص دارن نه آگاهی دارن. اگر به من بفرمایید روزی که من قلبم درد گرفت و یا سکته قلبی و مغزی کردم میرم پلوی مادرم، من اصلا بحثی ندارم. وقتی مشکل با همسرتون دارید برید پلوی مادرتون. ولی اگر شما روزی که سکته کردید هیچ کاری به مادرتون ندارید، تازه برخی از وقت میگید تنها کسی که نمیخوام خبر بشه و اذیت بشه مادرمه، چه کار دارید با همسرتون، با دوستانتون؟ این رو به این دلیل تکرار میکنم که باورم کنید، اگر کسانی که اشکال و اختلاف پیدا میکنن با خانوادهشون، اول برن سراغ متخصص، یعنی اول خودشون با هم حرف بزنن، بعد با هم برن سراغ متخصص، از 10 نفری که جدا میشن 8 نفرشون نمیشن. ولی روزی که شما رفتید سراغ عزیزانتون، گفتم اگر وقت بود من تو کلاسام 1 ساعت توضیح میدم که از 100 مورد مراجعه 1 موردش هم پاسخ مثبت رو نمیگیرید. ولی عجیب اینه که بسیاری از ما فکر کنیم تنها جاییه که ما باید بریم و میخوایم بریم، چون فکر میکنیم تمام زندگی شکوه و شکایته و تمام زندگی لشکرکشیه که من برم لشکر درست کنم بر علیه اون یکی. انگار چه جنگیه؟ شما با یک کسی تو رخت خواب هستید، سپاهی سرباز اون وسط، میخواید چیکار کنید؟ مورد بعدی که در زندگی زناشویی عامل اختلاف است، قواعد و قوانین بده. امروز مطالعات نشون میده که بسیاری از اوقات زن و مرد بد نیستن، قواعد و قوانین بد وجود. بچه باید بخوابه، زن نمیتونه کار بکنه، مرد حق نداره این کارو بکنه، زن نمیتونه بخره. بسیار از اون از خودتون پرسیدین قواعد و قوانین از کجا اومده؟ کی گفته اینا رو؟ به قواعد و قوانین زندگیتون نگاه کنید. مورد بعد، نقش های غیر قابل قبول و نقش های غیر قابل اجراست. آشغالا رو تو باید ببری، بچه رو تو باید ببری مدرسه، مشق بچه دست توه، دعوت تو باید بکنی، آشپزی با تو هست، کار خونه با تو هست. بسیار از وقت این رول و نقشا مطلقاً با واقعیت ها نمیخونه. مثلا فقط داستان این است که طرف مقابل میتونه به راحتی نقش رو ایفا کنه، مثلا مشکل حل کنه. بی خودی نقش درست نکنه که این نقش زن، این نقش مرد. بسیاری از اینا از یه جایی میاد که جز بیماری و بدبختی چی نبوده. بنابراین نگاهی به نقشا و رولی که ایفا میکنید داشته باشید. مورد دیگه‌ای که مردم جدا میشن، عشق به دیگری است. یه مرتبه این وسط ها تقلب میکنن، عاشق میشن. خب حالا من نمیدونم اصلا عشق هست یا نیست، برای که از نظر من اگر یک کسی از زندگیش ناراضیه باید از زندگی بره بیرون، بر اساس هر 1 سال اقلن 1 هفته تا 1 ماه صبر کنه. از نظر من عشق بالاترین مرحله احساسی و عاطفی و اخلاقی انسانی و روزی که اصول اخلاقی زیر پا گذاشته میشه مطلقاً با عشق ارتباطی نداره. برای شما هرگز من نمیتونید بگید من زن این آدم بودم، شوهر این آدم بودم، عاشق کسی دیگه شدم. برید دنبال کارتون، همه چی بوده غیر از عشق، برای که اینا با هم نمیخونه. مورد بعد، توهم و خیاله. یعنی برخی از شما واقعا فکر میکنید که دیگران اوضاعشون خوبه. بنده همیشه عرض کردم توی مهمونی که تشریف میبرید، همیشه شما ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودتون مقایسه میکنید، ولی خبر ندارید درون اونها هم طوفانه. شما هم فکر کنید واقعا ببین همه آروم قربونش. الان من اصلا نگاه میکنم خوش به حال احمدتون. واقعیت مسئله اینه که خوش به حال من که اینجام. برای اینکه طوفانمو میتونید ببینید. ولی شما را گرفتید نشستید. ببینید بسیار از وقت شما یه توهمی دارید. مردم رو توی مهمونی میبینید که اینجوری با هم خوبن. با هم برید خونشون. چون بنده دیدم. فراوون.
یه مقدار نگاه واقع بینانه داشته باشید که این مقایسه ها که بقیه خوب و خوش و دیدی چی گفت، دیدی چه ازش تعریف کرد، دیدی چه لیلی بلاش گفت، دیدی هی براش چای آورد، دیدی براش هی آمد گفت کاری نداری خانم، کاری نداری آقا، اینو بهش میگن زن، اینو میگن مرد. نه اونجا ماله بهت میگه یک حسابی ازت برسم که بیا ببین. خیلی از اینا بازی است. خانم دکتر معمولی بسیار درست فرمودن، شما خیلی از اوقات توی مهمونی میرید، به شما اونقدر اعتنایی نمی کنم، ولی به عفت خانم، چون این دوستان با من آشنا میدن، عفت خانم جواد آقا رو من دارم، به عفت خانم یا جواد آقا اهمیت بده. میدونی چرا؟ برای فکر کنه آدم های کسافتی هن، آدم های بدی هن، آدم های بیشرفی هن، باید مواظبشون بود، میرن پشت سر آدم حرف میزنن، باید بیلیلی لالاشو گذاشت، باید بهشون حق و حساب داد که خفشن. بنابراین به شما کاری ندارن، اونو باید داشت. بنابراین بیخوری میرید به اون چه کرد با من چه کرد، معلومه، برای که اون سگه. ولی وقتی استدلالای عجیب و غریب میکنین، معلوم ازش یه نتیجه دیگه میگیرین. مورد بعد مسئله آزادی است که قبلا اشاره کردم. یه دفعه فکر کنیم بریم آزاد بشیم و میخوام بریم خودمون رو پیدا کنیم. من نمیدونم کدوم گوری گم شده بودیم که حالا میخوام بریم خودمون رو پیدا کنیم. خنده داره. چی میخوای بری خودت رو پیدا کنی؟ یعنی از این حرفایش منم از کجا اومده؟ امیدوارم اون نویسندگان بزرگ و احتمالاً شعرای ما که از این پرت و پلاها گفتن یه ذره ما رو کمک کنن. من نمی‌فهمم کی میخواد بره خودشو پیدا کنه. درست مثل دوستانی که من دو ماه وقت میخوام که راجبه این رابطه فکر کنم. فکر کنی؟ به من بگو سیستم فکر و استدلال مشخص از یه مقدماتی با یه اصولی حرکت می‌کنه، مثل یه اثبات یه قضیه هندسه. به من بگو فکر چیه که می‌خوای بری دو ماه فکر کنی؟ رو خط راهی برو. گفتم ما دو دقیقه وقت نداریم تمومش هم میکنیم، شروع کنم برسیم به آخر. دو دقیقه، دو ماه میخوام برم فکر بکنم. تو اصلا بیچاره فکر نداری که فکر بکنی؟ برای کسی میری فکر چیه؟ اینو به این دلیل عرض میکنم که یه مقدار این ماجرای آزادی رو مواظبش باشید. عامل دیگه ای که هست لذت و رضایت. هم تو اینو میشه فهمید، یه دمی میخوام برن دنبال لذت و رضایت، برای که اینا اصلا تیپی بودن، تیپ یه مقدار خوش تیپ بودن و ضمناً لذت طلب بودن. اینا بی خودی آمدن تو این سیستم، اینا در آن و حال زندگی میکنن، فعلا چک می نویسن تا ببینیم فردا بانک چی میشه. شاید اصلا دنیا تموم شد و اصلا کی به کیه. میخوام خدمتتون عرض کنم یه دلیل امروز مسئله لذت و رضایت. یه واقعا فکر کن آقا آزاد شده، الان شبا با دوستاش میره بیرون، میرقصه، مواد مخدر مصرف میکنن، بعدم نمیفهمه چی شد، بعد فردا صبح میفهمه مثل که هیچی نشد و خیلی خوشن. من نمیفهمم چه خبره. بسیاری از دوستان برخی از وقت اصرار دارن به خوردن مشروب یا مواد مخدر. بنده دیشب عروسی بودم تو بورلی هیلتون، یه دوستی چسبیده باید عرق بخوره، گفتم من همینجوری اصلا مست دارم، برو رو کاره. نه آقای دکتر تجربه کنم، نمیخوام بکنم. تو آخه باید تجربه کرد. گفتم تو هیچ وقت میخوای قانون جازه بر تجربه کنی؟ نفهمی؟ گفت بله. گفتم بیا بری از این پشتو خودتو پرت کن پایین، ما اون قانون جازه بچ. بنابراین مواظبش باشید. مطلب بعد تحصیله. قصد من از تحصیل این که یه عدتون وقتی درس بخونید این زن و شوهره رو نمیخواید، یه عدتون چون زن و شوهرتون نمیذاره درس بخونید نمیخوایدش، یه عدتون فکر میکنید که اگر از این جدا بشید میرید درس بخونید یه کسی میشید. شماره بعد مسئله کاره. خیلی از اوقات علت طلاق کاره. حالا این به نحوهای مختلف ها. یه عده خیلی کار میکنن، قربون تو برم اینقدر کار نکنید. مورد بعد نداشتن فرزنده. خیلی از اوقات آدما دارن جدا میشن به خاطر فرزند. مسئله ایست که راه های دیگه ای وجود داره، هم از نظر علمی که اشاره کردن، هم مسئله فرزند خواندگی است. و خیلی از اوقات هم افرادی هستن که با ویژگی های روانی خاص بدون داشتن فرزند میتونن زندگی خوب و خوشی داشته باشن. بنابراین میشه اون آموزش ها رو داشت و یا فکری کرد، ولی به هر حال مسئله نداشتن فرزنده. مورد بعد عادت و اعتیاداته. متاسفانه برخی از اوقات آدم ها عادت و اعتیاد دارن. شما یه دفعه متوجه میشید که مریوانای اولیه این آدم اذیتتون نمیکرد، ولی حالا اذیتتون میکنه. یه تریاکی که ایشون میزد اذیتتون نمیکنه، ولی حالا میدید این تریاک طرف رو تریاکی کرده. این همون زبان فارسی خوب خراب شده، ولی گرفتاری است. بنابراین مواظب عادت و اعتیاد باشید. مورد بعد که قبلا بهش اشاره کردم مشکلات جنسیه. این مسئله مهمیه. دوستان خوب من، بین 20 تا 60 سالگی 2 تا 3 دفعه رابطه جنسی مال آدم عادی معمولیه. یه فکری براش بکنید. این سیستم و هواشو داشته باشید، بیخود بازی در نیارید. همونطور که خانم دکتر محمودی فرمودن آقایون قراره، بعدم وارد بحثش نمیخوام بشم، جنبه روانی مسئله رو بفهمم، خانمام جنبه فیزیکیشو. همونطوری که گفتن آقایون کاری ندارن به مسائل روانی، خانم‌ها هم به مجرد که مسئله شد نه چون حالا به مادر من احترام نگذاشتی تا یک سال بعد خبری نیست. خب بعدا اصلا یک سال بعد از اون آقا و هیچ چیزی از اون آقا خبری نیست. بنابراین دلم میخواد بدونی که کجاست. بنابراین بازی در نیارید.
یه مقدار مسائل جنسی رو جدی بگیرید. یادتون باشه رابطه جنسی و چیز دیگه که تو زندگی ما ایرونی ها اهمیت خودشو نداره خوابه. هم مواظب خواب باشین هم رابطه جنسی. مطلب بعد مسائل مالی است که بنده بهش یه اشارتی کردم. مورد دیگه فقط فهرستشو میگم، نه وقت است و نه ضرورتی داره. مسئله مهاجرت. بسیاری از ما به خاطر مهاجرت و دگرگونی‌های مربوط به اون گرفتار شدیم. مثلا که به درستی اشاره فرمودن، خانم‌ها با سرعت تونستن خودشونو با محیط تازه آشنا کنن، آقایون نمیخوان نمیتونن. بنابراین اینجا یه گرفتاری بزرگه که اهمیت داره بهش توجه داشته باشیم. عامل دیگه مسئله خیانته که البته میدونیم خیانت مرد زندگی رو ممکنه به هم بزنه، ولی خیانت زن زندگی رو حتما به هم میزنه. بنده واقعیات رو میگم، کاری ندارم که درست یا غلطه، یعنی متاسفانه یا واقع بینانه ما در جامعه‌ای هستیم که هنوز مرد رو با خیانت یه جوری جامعه و زن میپذیره یا همسرش، ولی با خیانت زن گرفتاری عمیق و سنگینه و سیستم کاملا از هم میپاشه. به هر حال مواظب این ماجرا و جنبه باید بود. مورد دیگه خشم و عصبانیته. از نظر من خشم و عصبانیت عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه عادی زن و شوهر رو به تنفر تبدیل میکنه. این بدترین احساسی است که زندگی رو از هم میپاشه. مورد دیگه فردی است که شور و شوق زندگی رو از دست میده. برخی از آدما پسنداز روانیشون و توانایی هاشون به آخر میرسه. مورد دیگه که سبب جدایی هست مسئله take it for granted، یعنی خاطر آسوده کردنی. نکنید این کارو. عشق چیزی است که احتیاج به مواظبت و مراقبت دائمی داره.